درود، لیلا هستم از لیلا فیت فود با یه ورزش دیگه. یه ورزش تقریباً 10 دقیقه‌ای داریم بدون هیچ وسیله‌ای برای کسایی که پشت میز میشینن یا وقت ندارن برن بیرون ورزش کنن یا خانمایی که خیلی مشغول آشپزی و کارهای خونن. این ورزش با یه صندلی فقط انجام میشه و حتی کسایی که خیلی زانو درد دارن، کمر درد دارن، این ورزش، این حرکات کششی خیلی میتونه کمکتون کنه. یادتون نره برای دیدن ویدئوهای بیشتر منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله پایینم بزنید برای اینکه هر موقع ویدئو من آپلود کنم نوتیفیکیشنش براتون بره. بریم که با هم ورزش رو انجام بدیم. خب حرکت اول، صندلی عادی انتخاب میکنیم، میتونه دست داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نداره. کمر صاف و گردن به این حالت. یادتون نره که باید نفس گیری کنیم تو هر ورزشی، دم بازدم. کمر صاف هست، گردن رو به این حالت میبرید جلو. یادتون باشه اینجوری خوز نکنید یا به سمت بادنم مستقیم گردن رو به این حالت بریم جلو و عقب. خب حرکت بعدی، جونیم از ران پا استفاده کنیم. اگه دست داره صندلیتون از دست کمک میگیریم و یه حرکت کششی به کمر میدیم تا جایی که خیلی درد نداشته باشه، اذیتتون نکنه. به سمت راست، به سمت چپ. دوباره این حرکت، باید کمر کاملا صاف باشه. واقعا حرکت خیلی حس خوب میده. کل این حرکات که من توی این ویدیو میخوام بذارم تقریبا 10 دقیقه است. شما میتونید چند بار انجامش بدین، ویدیو رو بزنین عقب، یا یعنی اینکه در طول روز هم میتونید این حرکات رو چند بار انجام بدیم. کلن 10 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. خب حرکت بعدی به این حالت، میتونیم دستا رو میاریم بالا یا صاف نگه داریم به این حالت. این حالت کششی هست، دعا کنید ما این حرکات رو ایستادن میتونیم انجام بدیم. یا به این شکل. فقط بایدتون باشه که گردن به این حالت نباید باشه یا پایین رو نگاه نکنید. بچه مستقیم و بدن صاف. خب حرکت بعدی، مچو میچرخونیم. برعکسش باز میکنیم. چرخونیم. برعکسش. خب حرکت بعدی، نشستیم و هر بار یه پا رو میاریم بالا به صورت صاف. خیلی ریلکس. ماهیچه‌های شکم، عضلات شکم داخل سفت. یه موسیقی هم میتونیم بذاریم بک‌گراندش و این حرکات رو انجام بدیم. حرکت بعدی، هر بار یه پار میاریم بالا. این حرکت هم برای کسایی که زانو درد دارن خیلی حرکت خوبیه. اونایی که نمیتونن ورزش ها رو انجام بدن، ورزش که ایستاده هست یا جامپ داره. حرکت بعدی، پار میاریم جلو و به این حالت که مچ پا رو
در واقع ورزش میدونی حرکت کششی هستش، این حرکت خیلی خوبه از صدمات مچ پا هم جلوگیری میکنن. یعنی مچ پای قلبی که داشته باشین سعی کنید چند بار این حرکت رو در طول روز انجام بدین، حالا رو صندلی یا میتونید بشینید پا رو دراز کنید و مچ پا رو اینجوری ورزش بدین که خیلی حرکت خوبیه. حرکت بعدی پا رو اینجوری کج میکنیم، یه حرکت کششی خیلی خوبه به این حالت. توی هر حرکتی باید نفس بگیرید، نفس رو حبس نکنید، باعث میشه که اثرات این ورزش ها چندین برابر بیشتر بشه و بهتر بشه. خب حرکت بعدی هم حرکت قبل این ورزش هستش که یه پا رو می آوردیم بالا، حالا دوتا پا رو میاریم بالا. این عضلات پشت پا داره کشش هستش و فشار وارد میشه که خیلی حرکات خوبیه. یادتون باشه که اگر پا کاملا نمیاد بالا یا برای یه سری حرکاتی که گفتم کامل کج میشم، هر کسی بدن با بدن فرق داره، تا هر جایی که میتونین و درد رو درد نداشته باشه و اذیت نشین این حرکات کششی رو انجام بدین، قرار نیست همه یکسان انجام بدن. اگه هر نظری دارید یا ویدیو خاصی مد نظرتونه برای ورزش برای یه سری از اعضای بدن، یادتون نره که برای من کامنت بذارین تا من بتونم اون ورزش ها رو ویدیوش رو تهیه کنم. بازم میگم یادتون نره که برای دیدن ویدیوهای بیشتر منو حمایت کنید و سابسکرایب کنید. مرسی، خیلی دوستتون دارم.